سرخط خبرها، واکنش تند وزارت خارجه ایران به ادعاهای رئیس سازمان جاسوسی آمریکا، ادعای زلنسکی در مورد قصد روسیه برای حمله بزرگ به اوکراین و آزمایش جدید و خطرناک کره شمالی برای توسعه یک ماهواره جاسوسی. به نام خدا، سلام. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای رئیس سازمان جاسوسی آمریکا در ارتباط با همکاری‌های ایران و روسیه و نیز اتهامات وی علیه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جنگ اوکراین را بی اساس و بخشی از جنگ تبلیغی آمریکا علیه ایران توصیف کرده. به گزارش ایرنا، ناصر کنانی عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران همچنین افزود مقامات آمریکایی در تداوم ادعاهای سیاسی بی اساس و اقدامات غیرقانونی خود علیه جمهوری اسلامی ایران، همکاری‌های متعارف نظامی و دفاعی ایران و روسیه را زیر سوال می‌برند. سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد این کارزار تبلیغاتی آمریکایی‌ها که مبنای آن بر دروغ پردازی و فریبکاری قرار گرفته، با اهداف مختلفی از جمله اعمال فشار سیاسی به جمهوری اسلامی ایران، دامن زدن به ایران هراسی و سرپوش نهادن بر جنگ طلبی خود صورت می‌گیرد. کنانی تأکید کرد همان گونه که بارها اعلام کرده‌ایم، همکاری ایران و روسیه در زمین‌های مختلف از جمله همکاری‌های دفاعی در چارچوب منافع و مصالح مشترک و منطبق بر حقوق و تعهدات بین‌المللی دو کشور در حال گسترش است و علیه هیچ کشور ثالثی نیست و آمریکا و تمام بدخواهان باید بدانند ایران در روابط خارجی خود از کسی اجازه نمی‌گیرد. وی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران منطبق با منافع ملی خود و ضمن رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی در تنظیم روابط خارجی خود مستقلانه عمل کرده و از کسی اجازه نخواهد گرفت. ویلیام رنز، رئیس سازمان سیا، چندی پیش با اذعان به بی‌خطر بودن اغتشاشات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که روابط ایران و روسیه خاورمیانه را تهدید می‌کند و باید آن را به شدت جدی گرفت. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS و در پاسخ به سوالی در مورد احتمال آن که حکومت ایران در پی اعتراضات بی‌سابقه اخیر با خطر جدی روبرو شده باشد گفت: فکر نمی کنم که ایران تسلط خود را بر امور با تهدیدی جدی روبرو بداند. و این مدعی شد با این حال واقعیت آن است که ایران در دراز مدت پاسخ مناسبی برای جمعیت بسیار جوانش که 70% آنها کمتر از 30 سال دارند نخواهد داشت. برنز در ادامه ادعا کرد تحلیلگران سیا از مدت این اعتراضات حدوداً 3 ماهه و دامنی آن که ظاهراً تمامی جامعه ایرانی، گروه‌های اجتماعی، اقتصادی و اقوام در آن شرکت داشتند، غافلگیر شدند. اعتراضات اخیر به دلیل آن است که تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان از فساد اقتصادی، سرکوب سیاسی، انکار کرامت انسان و محدودیت‌های اجتماعی که به خصوص زنان را تحت تأثیر قرار داده خسته شدند. خبرنگار NPR از برنز پرسید: با توجه به تعداد بازداشت جان باختگان و اعدامی ها، آیا این اعتراضات می تواند ادامه یابد؟ برنز ادعا کرد: فکر می کنم که بتواند ادامه یابد و این یک نشانه مهم از 30 سالی است که قبلا اشاره کردم. برنز مدعی شد که به دلیل آنچه وی شجاعت ناب معترضان حاضر در خیابان توصیف کرد، این اعتراضات برای چند وقتی ادامه می یابد. رئیس سیا در مورد رابطه ایران و روسیه و آنچه دخالت ایران در جنگ این کشور علیه اوکراین نامید به PBS گفت: من از این رابطه واقعا نگرانم. در طول تاریخ بی‌اعتمادی میان روس‌ها و ایرانی‌ها وجود داشته، ولی اکنون به یکدیگر نیاز دارند. به دای برنز، شرکت دفاعی تمام عیار میان روسیه و ایران در حال ظهور است که بر اساس آن ایرانی‌ها پهپاد در اختیار روسیه قرار می‌دهند و روس‌ها نیز به دنبال حمایت فنی و فناورانه از ایران خواهند بود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت روسیه می‌خواهد سال آینده میلادی حمله بزرگ جدیدی به اوکراین انجام دهد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی TF1 و LC1 و LCI فرانسه که 27 آذر پخش شد، در پاسخ به این سوال که آیا نشانه‌هایی از آماده شدن روسیه برای انجام دومین حمله گسترده در سال 2023 وجود دارد یا خیر، پاسخ
مثبت داد و افزود آنها به طور دائم می‌خواهند دولت ما را غصب کنند، کشور ما را اشغال کنند. من فکر می‌کنم آنها هنوز چنین افکاری را رها نکردند. ژنرال والی زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، پیشتر گفته بود که روسیه می‌تواند در فوریه حمله جدیدی را آغاز کند. وی تأکید کرد در بهترین حالت این حمله در ماه مارس و در بدترین حالت در پایان ژانویه رخ می‌دهد. زالوژنی گفت این حمله ممکن است نه از دونباس که در حال حاضر درگیری در آن جریان دارد، بلکه از سمت بلاروس به سمت کیف انجام شود. وی همچنین احتمال حمله از جنوب را رد نکرد. از سوی دیگر الکسی رازنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، نیز ادعا کرد که ارتش روسیه سربازان وظیفه را برای حمله جدید آماده می‌کند و ممکن است در ماه فوریه دوباره حمله کند. وی گفت حدود 150 هزار نفر از بخش دوم سربازان وظیفه دوره‌های آموزشی خود را در اردوهای مختلف آغاز کردند و این دوره آموزشی دست کم 3 ماه طول خواهد کشید. زلنسکی در گفتگو با رسانه دیگر فرانسوی اظهار داشت اوکراین در حال خرید سامانه دفاع هوایی پاتریوت از آمریکا است. این سامانه برای ما بسیار ضروری و مهم است. وی ادعا کرد که به دلیل روابط شخصی خود با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، وی مستقیما در این موضوع دخالت دارد. زلنسکی اضافه کرد که با ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، نیز درباره سامانه‌های موشکی کروتال که اوکراین ماه گذشته از این کشور دریافت کرده گفتگو کرده است. و منابع خبری بامداد دوشنبه گزارش دادن کره شمالی یک آزمایش در رابطه با پرتاب ماهواره جاسوسی انجام داده است. به گزارش روسیه الیوم، خبرگزاری کره شمالی اعلام کرده اداره ملی توسعه هوافضای پیونگیانگ NADA آزمایش مهمی در ارتباط با پرتاب ماهواره جاسوسی را در ایستگاه پرتاب ماهواره سوها در شمال غربی این کشور انجام داده است. بر اساس این گزارش، آزمایش پیونگیانگ برای ارزیابی توانایی در تصویربرداری ماهواره‌ای، انتقال داده و سیستم‌های کنترل است. این گزارش افزوده است یک موشک حامل ماهواره شامل تعداد دوربین، فرستنده و گیرنده تصاویر و یک دستگاه کنترل و یک باتری ذخیره‌ساز در زاویه بالای 500 کیلومتر شلیک شد. در این گزارش همچنین آمده است ما در این آزمایش شاخص‌های فنی مهم مانند فناوری عملکرد دوربین در محیط فضا، پردازش داده‌ها و توانایی انتقال دستگاه‌های ارتباطی، دقت رادیویی و کنترل سیستم زمینی را با موفقیت کردیم. خبرگزاری کره شمالی این آزمایش را دروازه ورود به فاز نهایی پرتاب یک ماهواره شناسایی خوانده که تا ماه آوریل 2023 تکمیل می‌شود. این در حالی است که بامداد یکشنبه گارد ساحلی ژاپن اعلام کرد کره شمالی 2 موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است. شلیک این 2 موشک بالستیک 3 روز پس از آن انجام شد که کره شمالی اعلام کرد یک موتور سوخت جامد با رانش بالا برای یک سلاح راهبردی جدید آزمایش کرده است. کارشناسان معتقدند که این موتور به کره شمالی امکان می‌دهد تا موشک‌های بالستیک را با سرعت بیشتری شلیک کند. آزمایش این موتور هفته گذشته در مرکز پرتاب ماهواره سوهائه و تحت نظر کیم جون اون، رهبر کره شمالی، انجام شد. کره شمالی در یک سال گذشته آزمایش‌های موشکی زیادی از جمله موشک بالستیک قاره‌پیما انجام داده است. این موشک قادر است به آمریکا برسد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.